سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. مهاجم بارسا که قول داده بود برای خداحافظی با کارمندان و دوستان خود به مونیخ برخواهد گشت، به وعده خود عمل کرد. هافبک هلندی بارسا به خاطر غیبت منچستر یونایتد در لیگ قهرمانان اروپا راهی این تیم نخواهد شد. او منتظر تماس چلسی با بایر مونیخ است. کریستیانو رونالدو در صدر لیست 10 ستاره قرار گرفت که بیشترین آزار و اذیت را متحمل شدند. بوندسلیگای آلمان از جمعه باز می‌گردد. در حالی که نام‌های بزرگ فصل 2022-2023 به این لیگ پیوستند و ورزشگاه‌ها در صورتی که اتفاق خاص رخ ندهد مملو از تماشاگر خواهد بود. با نقل از اسپورت، روبرت لیواندوفسکی بعد از 8 سال حضور در بایر مونیخ تصمیم گرفت از این تیم جدا شود. این مهاجم لهستانی بایر مونیخ را با مقصد بارسا ترک کرد که البته این جدایی با رضایت باشگاه همراه نبود. لیواندوفسکی یک فصل دیگر با بایر مونیخ قرارداد داشت و باشگاه مخالف این جدایی بود، اما اصرار او باعث شد که در نهایت باشگاه بایر مونیخ هم با این جدایی موافقت کند. این مهاجم با تجربه در بین هواداران بایر مونیخ از محبوبیت زیاد برخوردار بود. او قول داده بود که به شهر مونیخ برخواهد گشت، چرا که با مسئولان و کارمندان باشگاه بایر مونیخ خداحافظی مناسب نکرده است. لیواندوفسکی بالاخره به وعده خود وفا کرد و در باشگاه بایر مونیخ حاضر شد. نکته جالب این که تعداد از هواداران بایر مونیخ مقابل باشگاه حاضر شدند و با شعار زنده باد ریال مادرید و زنده باد کریم بنزما اعتراض خود را به این بازیکن نشان دادند. لیواندوفسکی اخیراً سخنان را علیه بعض از سران بایر مونیخ بر زبان آورده و آنها را به نشر اکسای متهم کرده و این باعث شد تا حسن صالح همیزیج مدیر ورزشی بایر مونیخ هم جواب او را بدهد. با این حال این باعث نشد تا او وعده خود را فراموش کند و او بالاخره به مونیخ سفر کرد تا با وعده اش عمل کرده باشد. این مهاجم لهستانی یکی از بهترین مهاجمان تاریخ باشگاه بایر مونیخ به شمار می آید که رکورد های زیاد را به نام خود به ثبت رسانده. البته او شروع خوب در بارسا نداشت و در 3 بازی که با پیراهن این تیم به میدان رفته موفق به گلزنی نشده است. با نقل از الموندو، فرانکی دیونگ یکی از بازیکنان است که به احتمال خیلی زیاد در روزهای باقی مانده از فصل نقل انتقالات تابستانی از بارسا جدا خواهد شد. آبیناری ها برای فرار از بحران مالی و جذب گزینه مورد نظر جاوید چاره جز فروش این هافبک هلندی ندارد. او حقوق بسیار بالایی در بارسا دریافت میکند و ظاهرا با کاهش زیاد دستمزد خود مخالفت کرده است و این باعث شده تا گزینه اصلی جدایی از این تیم باشد. منچستر یونایتد مشتری جدید دیونگ است و حاضر است که برای جذب این هافبک با تجربه مبلغ مورد نظر آبیناری ها را پرداخت کند. این هافبک هلندی آبیناری ها به پیشنهاد منچستر یونایتد پاسخ منفی داده است، چرا که او میخواهد در تیم به میدان برود که در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته باشد. در ادامه گزارش الموندو آمده است که دیونگ منتظر تماس یکی از دو باشگاه بایر مونیخ و چلسی است و در صورتی که از بارسا جدا خواهد شد که با پیشنهاد یکی از این دو باشگاه مواجه شود. احتمال حضور این بازیکن در بایر مونیخ بسیار کم است، چرا که این تیم آلمانی هزینه زیاد در تابستان سال جاری برای جذب بازیکنان جدید داشته است و از طرف دیگر هم به دنبال تقویت خط میانی خود نیست. اما احتمال حضور این بازیکن در چلسی زیاد است، چرا کابیهای لندن هنوز پرونده نقل انتقالات خود را با وجود جذب ستاره‌های مثل کولیبالی و رحیم استرلینگ نبستند. با این حال پیشنهاد رسمی به این بازیکن ندادند. کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی 37 ساله منچستر یونایتد در تاریخ بین 13 آگوست 2021 تا 24 جنوری 2022 تعداد 12520 پیام آزاردهنده دریافت کرد. در تاریخ 27 آگوست روزی که انتقالش به یونایتد را تکمیل کرد تعداد این پیام ها به اوج خودش رسید. کاپیتان باشگاه هری میگوایر با 8954 پیام در همان بازی زمانی دوم شد. از این تعداد 2903 مورد در تاریخ 7 نوامبر پس از عذرخواهی میگوایر از هواداران بعد از شکست 2-0 مقابل منچستر سیتی ارسال شد. مارکوس راشفورد 2557، برنو فرناندز 2464، فرید 1924 و داوید دخیا 1394 نیز در بین نفر اول قرار گرفتند. همچنین هافبک‌های جدا شده تیم جسل نگارد 1605 و پال پوگبا 1446 به ترتیب هفتم و نهم شدند. هری کین از تاتنهام با 2127 و جک گریلیش با 1538 از منچستر سیتی تنها بازیکنان هستند که منچستر یونایتد نیستند و در فهرست ستارگان آزاردیده قرار گرفتند. در مجموع 600 هزار از 2.3 میلیون توییت در 5 ماه اول فصل گذشته ثبت شده که به 7 بازیکن از این لیست در نفره مربوط هستند. 7% از فوتبالیست ها هر روز مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. با این حال مؤسسه آلن تورینگ یعنی مؤسسه ملی علوم داده و هوش مصنوعی بریتانیا دریافت کرده که اکثر هواداران فوتبال به طور مسئولانه از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. کوین باکرست از آفکام گفت: این یافته ها جنبه های تاریک بازی زیبا را روشن می کند. سوء استفاده آنلاین نه در ورزش و نه در جامعه جایی ندارد و مقابله با آن نیازمند تلاش های گروهی است. این مطالعه می افزاید: احتمال دارد که این تکرار به این دلیل رخ داده باشد که کاربران پیام توهین‌آمیز را دیدند و تصمیم گرفتند آن را بازنشر کنند که نشان دهنده سازماندهی ارگانیک است به جای رفتار هماهنگ. این نتیجه زمانی دریافت شد که میگوایر دقیقاً 69 بار توسط کاربران مختلف در عرض 2 ساعت پیام‌های مشابه دریافت کرد. بیشتر سوء استفاده از بازیکنان به دلیل اتفاقات خاص مانند کارت سرخ کیارن کلاریک و خطای جیمز مک‌آرتور روی بوکایو ساکا اتفاق افتاد. دکتر برتی ویگدن نویسنده اصلی این گزارش افزود: این یافته ها نشان می دهد که فوتبالیست ها تا چه اندازه در رسانه های اجتماعی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
مقابله با سوء استفاده آنلاین دشوار است، اما ما نمیتوانیم نسبت به آنها بی‌تفاوت باشیم. باید اقدامات بیشتر انجام شود تا تولید چنین محتواهای متوقف شود، تا اطمینان حاصل شود که بازیکنان میتوانند بدون اینکه مورد آزار و اذیت قرار بگیرند کار خود را انجام دهند. جمعه شب 5 آگوست 2022 60مین دوره رقابت‌های بوندسلیگای آلمان با دیدار بایرن مونیخ قهرمان فصل قبل اینتراخت فرانکفورت قهرمان لیگ اروپا رسما آغاز خواهد شد. این نخستین بازی از 360 دیدار است که به طور غیر معمول در تقویم فصل 2022-2023 قرار گرفته است. دلایلی که سایت رسمی بوندسلیگا نوشته تا برای بازگشت این لیگ هیجان زده باشیم را مرور خواهم کرد. 1. چهره‌های جدید و هیجان انگیز. در بازار نقل و انتقالات تابستانی بوندسلیگا انبوهی از بازیکنان هیجان انگیز وارد بالاترین سطح فوتبال آلمان شدند. با اینها سادیو مانی را از لیورپول گرفتند، ماتئوس دلیخت هم از یوونتوس به این تیم آمد. همچنین رایان خرانبرخ، نصیر مزایو و ماتیلتیل هم پدیده‌هایی بودند که به این تیم آمدند. دورتموند نایب قهرمان فصل قبل هم عقب نشینی نکرد و نیکولاس زولر از رقیبش بایرن مونیخ و نیکو شوتلبرگ را از فرایبورگ به خدمت گرفت. ساله اوزجان از کلین آمد و کریم آدمی بهترین گلزن زیر 21 ساله های اروپا هم از ردبال سالزبورگ بر سرزمین مادریش برگشت. با لیورکوزن به آدام هولجک پدیده فوتبال چک قرار داد بست. فرانکفورت زننده گل قهرمانی جام جهانی 2014 یعنی ماریو گوتزه را به خدمت گرفت. فرایبورگ هم ماتیاس گینتر را استخدام کرده است. با این حال چهره های جدید فقط مختص به بازیکنان نیستند. اولی ورنر با وردر برمن به بوندسلیگا آمده که 34 ساله است و به این معنی خواهد بود که یولیان ناگزمن سرمربی بایرن مونیخ جوانترین سرمربی این لیگ نیست. دانیل فارکی سرمربی پیشین نورویچ سیتی هم با مونچن گلادباخ به بوندسلیگا آمده، در حالی که اینریکو ماسن از تیم ذخیره های دورتموند به بالاترین سطح آمده و هدایت آکسبورگ را بر عهده گرفت. 2. بازگشت نام های بزرگ. نیکو کووات با وولفسبورگ به بوندسلیگا بازگشت. مرد کروات که بایرن مونیخ را به سمت دوگانه و فرانکفورت را به سمت جام حذفی هدایت کرد، حالا هدایت گورگ ها را بر عهده گرفت. او میتواند مشتاق حضور مقابل رقبای بزرگ باشد، چرا که بعد از یک سال شالکا و وردر برمن هم به بوندسلیگا یک بازگشت دارند. این تیم در مجموع 108 فصل را در بوندسلیگای آلمان سپری کردند و بخش از چشم انداز فوتبال این کشور هستند. بهترین رکورد های دسته دوم در فصل گذشته متعلق به آبی های سلطنتی و سبزها بود. این دو تیم ورزشگاه ها را پرشورتر خواهند کرد. 3. برنامه غیر معمول. جام جهانی امسال تاریخی خواهد بود، چرا که در ماه نوامبر و دسامبر در کشور قطر برگزار خواهد شد. این به معنای دور شدن بوندسلیگای آلمان از برنامه همیشگی که با آن آشنا بوده ایم است. نکته خوب برای هواداران فوتبال این است که تعطیلات تابستانی کوتاه شده و مسابقات از 5 آگوست شروع می شود و بوندسلیگا 2 هم از 15 جولای شروع شده. بازی های پایانی سال 13 نوامبر برگزار خواهند شد. 20 جنوری 2023 هم نیم فصل دوم شروع می شود. فصل هم 3 ژوئن 2023 با دیدار فینال جام حذفی به پایان می رسد. یک هفته بعد از آن دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا برگزار می شود. 4. گل های پرتعداد. بوندسلیگا آلمان بیشترین میزان گل در هر بازی را در بین 5 لیگ معتبر اروپایی در 4 فصل از 5 فصل گذشته داشته است. آلمان فصل قبل با میانگین 3.12 گل در هر بازی در صدر جدول قرار گرفت. بایرن مونیخ به طور میانگین 2.85 گل و دورتموند به طور میانگین 2.5 گل در هر بازی زدند. در کل لیگ های معتبر هم تیم های اول و سوم از لحاظ گلزنی بودند. مایل به گلزنی و پیروزی و بازی جوانمردانه در بوندسلیگا برجسته است. این لیگ همچنین کمترین کارت سرخ را در فصل 2021-2022 به خودش اختصاص داد. حتی اتحادیه فوتبال آلمان جایزه ای برای بازی جوانمردانه تعیین کرد تا به لحظات خاص از بازی ها ارزش بدهد. 5. ورزشگاه های پر. بوندسلیگا سالهای اخیر با محدودیت های اعمال شده توسط دولت در همگیری ویروس کرونا شبیه قبل نبود. اما در اواخر فصل قبل نور در انتهای تونل ضایع شد، برای اینکه یک مرتبه دیگر نتوانستیم از منظره ورزشگاه با ظرفیت کامل لذت ببریم. با بازگشت شالکه و وردر برمن میانگین تماشاگر در ورزشگاه های آلمانی به 46500 نفر برای هر بازی خواهد رسید. تجربه هواداران یکی از چیزهایی است که بوندسلیگا را خاص‌تر می‌کند. از ماه آگوست دوبار شاهد آن خواهیم بود و امیدوارم دیگر هرگز مجبور نشویم ورزشگاه های خالی را تجربه کنیم. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.